سرخط مهمترین خبرهای روز: ناتو روسیه در جنگ اوکراین از بمب‌های خوشه‌ای استفاده می‌کند. ادعای مقامات روسی: ولادیمیر زلنسکی در پولند است. و ده‌ها کشته در حمله انتحاری در یک مسجد در پشاور. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، بازم خوش آمدید به دیگر از ویدیوهای کانال کابلایز. تقاضا می‌نماییم که تا آخرین خبر با ما همراه بوده، کانال ما را سابسکرایب و زنگ آگاهی را فشار بدهید تا از خبرهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. روزنامه 8 صبح در روی برگه رسمی فیسبوک خود می‌نویسد: ناتو روسیه در جنگ اوکراین از بمب‌های خوشه‌ای استفاده می‌کند. دبیر کل سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو می‌گوید که نیروهای روسی در جنگ اوکراین از بمب‌های خوشه‌ای استفاده می‌کنند. او روز جمعه 4 مارچ به خبرنگاران گفت که ناتو در حمله روسیه به اوکراین شاهد استفاده از بمب‌های خوشه‌ای و برخی دیگر سلاح‌ها از سوی ارتشان کشور بوده است. با باور وی، استفاده از این بمب‌ها نقض قوانین بین المللی است. او افزود که ناتو و متحدانش در حال جمع‌آوری اطلاعات و نظارت بسیار دقیق بران چی هستند که در اوکراین رخ می دهد. همچنان دبیر کل ناتو از تصمیم دادگاه کیفری برای تحقیق درباره این موضوع استقبال کرد. به گفته او، غرب باید مطمئن شود که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهور بلاروس نسبت به هر آنچه در اوکراین انجام می دهند پاسخ می دهد. او گفت این وحشیگری است، این غیر انسانی است، این نقض قوانین بین المللی است. گفتنی است که بر اساس قوانین بین المللی استفاده از بمب‌های خوشه‌ای به دلیل وارد کردن تلفات بالا ممنوع است. در این حال، طبق یک خبر دیگر، روزنامه 8 صبح در روی برگه رسمی فیسبوک خود می نویسد: ادعای مقامات روسی ولادیمیر زلنسکی در پولند است. ویاچسلاو ولودین رئیس دومای دولتی روسیه می گوید ولادیمیر زلنسکی اوکراین را ترک کرده است و اکنون در پولند به سر می برد. او روز جمعه 4 مارچ در کانال تلگرام خود نوشته است زلنسکی اوکراین را ترک کرده و اکنون در پولند است. گفتنی است که پیش از این نیز رئیس دومای دولتی روسیه ادعا کرده بود که زلنسکی کیف را ترک کرده و به لوف رفته است. روسیه در اوایل صبح 24 فوریه عملیات نظامیش را در اوکراین آغاز کرد. این عملیات در ادامه با مقامات اوکراینی ها مواجه شده است. اکنون که 10 روز از این عملیات میگذرد، روسیه هنوز نتوانسته است که بر اوکراین تسلط یابد. در همین حال، صفحه رادیو آزادی در روی برگه رسمی فیسبوک خود می نویسد: ده ها کشته در حمله انتحاری در یک مسجد پشاور. در یک حمله انتحاری در مسجد شیعی ها در شهر پشاور پاکستان، حداقل 56 نفر کشته شدند. مقام های صحی در پشاور گفتند که نزدیک به 200 تن در این رویداد زخمی شدند. آسم خان، سخنگوی شفاخانه لیدی ریدینگ در پشاور، گفته است که وضع سیری شمار زیادی از زخمی ها وخیم است. با تشکر از این که تا آخرین خبر با ما همراه بودید، جهت حمایت کانال یوتیوب کابلایز را سابسکرایب و زنگ آگاهی را فشار بدهید تا از خبرهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. ما
منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما ایزان هستیم. تا خبرهای دیگر، الله یار و مددگارتان. اوقات خوب و خوش داشته باشید.